به تازگی فیلم های از یک خانوم که اسم مادر رو یدک میکشه توی فضای مجازی پخش شده که با واکنش های زیادی هم روبرو شده. این خانوم توی شبکه های اجتماعی تصاویر و فیلم های از آزار فرزندش رو میذاشت تا قلب دنبال کننده هاش رو به درد بیاره. از چند روز پیش اسمش سر زبون ها افتاده. برخی رسانه ها اونو مادر سنگدل معرفی میکنن و بعضی ها هم نسبت روانی به اون میدن. اون چیزی که از واکنش مردم پیداست بسیاری به خونش تشنن. حدود 2 میلیون نفر در فضای مجازی به صفحه اینستاگرام منتسب به اون حمله کردن و هر آنچه بود و بارش کردند. برخی ها پای خبر دستگیریش هم نظر دادن و اشد مجازات و از دستگاه قضایی خواستار شدند. حالا نه تنها خبرش توی رسانه های داخلی بلکه تیتر یک بعضی از رسانه های خارجی هم شده. با قرار قضایی و به دستور قاضی، مهلا مادر جوانی که این روزها داستان کتک زدن فرزند خردسالش حسابی سر و صدا کرده، موقتاً به زندان رفته و بنیامین پسر 3 سالش هم در اختیار پدرش قرار گرفته. مهلا 23 ساله 16 ساله بوده که ازدواج کرده. اتهامش رو قبول داره و همه تقصیرها رو مربوط به محرومیت و محدودیت‌هایی میدونه که از کودکی تا به امروز توی زندگیش ادامه داشته. ادعا کرده که نوید متهم دیگه این پرونده اونو به بازی گرفته و حرمت و حیثیتش رو به باد داده. مهلا داستان زندگیشو برای قاضی پروندهش تعریف کرده و گفته محدود بودم و حق داشتن گوشی تلفن همراه و هم نداشتم. شوهرم وقتی فهمید با پول یارانه برای خودم موبایل خریدم، خط و نشون کشید که اگه توی شبکه‌های اجتماعی عکسی از من ببینه چنین میکنه و چنان. همون روزهای اولی که گوشی رو خریدم، توی یکی از شبکه‌های اجتماعی با نوید آشنا شدم. من رابطه‌ای با اون نداشتم و بیشتر از گله شکایت‌هام براش میگفتم. اون هم از وضعیت زندگیش میگفت که توی فرانسه است. نمیدونم چی شد که اون شخصیت یک بار تبدیل به مردی دیوصفت شد. فیلم‌های کتک زدن بنیامین رو براش ارسال کردم و اونم همه تصاویر رو توی فضای مجازی منتشر کرد و بی‌آبرون کرد. اینها باید بررسی بشه، روانشناس حتما باید این پرونده رو ببینه. خودشون اعلام کردن برای جذب فالوور، ریسک‌های اشتباهی که در شبکه‌های اجتماعی پیش میاد. مهلا ادامه داد با یکی از نرم‌افزار های مجازی درخواست تماس تصویری شد دیدم و به اون پاسخ دادم. میخواستم هر چه زودتر به این تماس پایان بدم که بنیامین مقابل دوربین گوشی اومد و برای نوید شکلک در آورد. به اون برخورده بود، برای همین از من خواست تا بنیامین رو تنبیه کنم. من هم زیر بار حرفش نرفتم. همین هم باعث شد که تلفن رو روش قطع کنم. اون بیشتر عکس هامو از آنها مطرح شده که اون مشکل روانی داره صحیح نیست. متهم در اظهاراتش گفته هر بار که از سر اجبار فیلم کتک زدن پسر خردسالش رو برای دیگر متهم این پرونده ارسال می‌کرده